هرچند وقت یک بار عکس دیگر پشت در گورستان کویته آویزان می شود. گورستان به نام شهدای هزاره. اینجا شهید به کسانی گفته می شود که شمع زندگیشان در انفجار و حمله هدفمند خاموش شود. هزاره های کویته آماده می شوند از خود دفاع کنند در برابر خشونتگرهای افراطی. در این شهر هر که زور داشت زنده می ماند. پدر محمد رضا که غیر مسلح بود در راه بازگشت از مسجد به خانه ترو شد. خانواده در غم فرو رفت. قاتل هنوز فراری است. یه شیعت زده موشه. به اسم شیعه میکشند، به اسم قوم میکشند، به نام هزاره میکشند. کجا باید بریم؟ اینقدر شهادت، قبرستان از جوانان شهید پر شده. سال گذشته بیش از 150 انفجار خرد و بزرگ در بلوچستان رخ داد. در میان صدها قربانی حدود 100 نفر هم شیعه بودند. ترس از جان و سرخوردگی از زندگی هزاره های پاکستان را وادار به مهاجرت کرده. به نام افغان عمدتاً به استرالیا. اینجا همه غمگینند. بستگان این مردم در کشتی بودند که چند پیش نرسیده به منزل در آبهای اندونزی غرق شد. اقارب قربانیان با هم مشوره می کنند که با اجساد آن 90 پناهجو چه کنند. در مجلس تنها یک نماینده داریم. اینجا برای جوانای ما کار نیست. قومگرایی معیار شده. شایسته سالاری اگر نباشد مردم سرخورده می شوند و راه مهاجرت در پیش می گیرند. شیعیان که حدود 20% جمعیت پاکستان هستند در شهری کویته خیلی قدرت ندارند. تنها یک نفر در مجلس ایالتی از آنهاست. در مجلس همیشه تنها بودم. کسی حرفم را گوش نمی کند. هر وقت مسئله قتل های هدفمند را مطرح کردم کسی دنبالش نکرد. اغلب هزاره های کویته این روزها که از خانه بیرون می شوند مطمئن نیستند که تا شام به خانه برگردند. مردم کویته می گویند دولت مرکزی در برقراری نظم در این شهر ناتوان بوده. هارون نجفی زاده بی بی سی.